امروز اومدم تو این پارک زیبا که بشینم و برای شما توضیح بدم آیا بیزنس ما هرمی هست یا خیر. من تو استوری سوال پرسیده بودم که آیا فکر میکنید بیزنس ما هرمیه یا نه. یه دوستی این جواب داد که درسته و یه دوستی این جواب داد که خیلی قشنگه و میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم. اولا که بیزینس های هرمی بیزینس های کاملا غیر قانونی هستن، چون نه محصولی به شما ارائه میدن و نه خدماتی. این بیزینس ها در کل به خاطر اینکه محصولاتی هم که ارائه میدن محصولات بی ارزشی هستن، مثل یه سری سکه های طلایی که یه زمانی تو ایران مد شده بود و اصلا هیچ ارزشی نداشت، غیر قانونی بودن. ضمن اینکه مدلشون هرمیه، یعنی چی؟ یعنی یک نفر اون بالا هست که افراد دیگر رو زیر مجموعه گرفته تا پایین و هر فردی مثلا چند تا فرد رو در زیر خودش میاره و اینها رو به یک شکلی میچینه که این طرفش با اون طرفش یکی باشه، این طرفش با اون طرفش یکی باشه. و این مدل بیزینس درست نیست، به خاطر اینکه همیشه اون شخصی که اون بالا نشسته از اونایی که اون پایین هستن و دارن بیشتر کار میکنن بیشتر پول در میاره. چه جالب. مثل اینکه این چیزی که گفتم خیلی شبیه اون شرکتی که شما توش کار میکنین، درسته؟ مثل اینکه دقیقاً همه شرکت‌ها همینطورن. اونی که اون بالا نشسته حقوقش از اونایی که پایین‌ترن دارن بیشتر زحمت میکشن بیشتره. برای همین این دوستمون این جواب داد. البته توی شرکت‌هایی که الان متداول هستن و این حالت هایرارکی حفظ شده، بالاخره مردم دارن کار میکنن، سرویس و خدمات ارائه میدن یا اینکه محصول ارائه میدن یا یه زحمتی میکشن، به هر حال اونها قانونین و دارن به کارشون میرسن و درست هستن. من جهت مزاح عرض کردم، ولی این حالت هرمی بودن رو به هر حال داره. خودشون هم بهش میگن هایرارکی، که یک واژه دیگه است مثل پیرامید که همون شکل هرم رو داره. و هایرارکی فرقش با هرم اینه که هرم فقط یک شیپه، یک شکل پیرامید، اما هایرارکی یعنی که مراتب از بالا به پایین توش رعایت شده. حالا در مورد یک نوع بیزنس دیگه هم میخوام براتون توضیح بدم به نام MLM یا مالتی لول مارکتینگ، که به چه معنا هست؟ به معنای بازاریابی چند طبقه‌ای. بازاریابی چند طبقه‌ای چیه؟ همون هرمی نیست که گفتیم چند تا طبقه داره؟ خیلی شبیهه، ولی با این تفاوت که کاملا قانونیه و محصول یا خدمات ارائه میده. خب این بیزنس ها هستن و دارن کار میکنن توی دنیا و بسیار هم بزرگن. بعضیشون یه محصولاتی دارن که خیلی بهش میگن لو تیکت، یعنی قیمتش کمه و در نتیجه اون سودی که به شما میده و به کسایی که بالا سر شما هستن میده خیلی کمه، در حدی نیستش که شما با فروش یه محصول یا دو محصول متوجه بشید که اصلا کاری کردید و چیزی فروختید. بنابراین باید تعداد زیادی رو بفروشید تا یه مبلغ قابل توجهی بشه، درسته؟ و اینکه تا آخرین لحظه‌ای که شما اونجا فروش میکنید همیشه باید به اونهایی که بالا سر خودتون هستن سود برسونید و سود بیشتر اونها میگیرن، چون افراد بیشتری زیر مجموعهشون هستن. مگر اینکه شما تعداد افرادی که زیر مجموعهتون هستن باز بیشتر از اونها بشه که بعیده. پس یک شکلی از هرمیه، ولی با این تفاوت که قانونیه و محصول یا خدمات داره. اما بیزینس ما چه تفاوتی با این دوتا داره و آیا مثل این هاست یا نه؟ قبل از اینکه برم سراغ توضیح دادن بیزینس خودمون در مورد بیزینس های MLM، این رو هم باید خاطر نشون بکنم که در بیزینس های MLM مثلا شما فرض کنید که با یک شرکتی که لوازم آرایش داره کار میکنید، شما باید محصول رو بخرید، انبار کنید و به مشتری تحویل بدید و به این صورت کار میکنه و بعد اون طرف رو رجیستر کنید که بیاد و زیر مجموعه شما بشه و اون هم محصولات رو بفروشه و همینجور این ادامه داره، این زنجیره، تا شما و بالا سری هاتون سود ببرید. اما بیزینس ما به چه شکل هست؟ اولا که بیزینس ما هم محصول داره و هم خدمات داره. خب یعنی فقط محصول خالی نیست که شما یه محصولی رو بفروشید. در ضمن محصولاتش های تیکت بهش میگن، های تیکت هن. یعنی چی؟ یعنی قیمتاشون بالاست. وقتی سود میکنه سودش زیاده و کمپانی میتونه نصف این سود رو قشنگ برداره و نصف این سود رو بذاره برای شما و اونهایی که بالا سرتون هستن و میخوان از این سود ببرن. ما خدمات ارزنده‌ای به شما میدیم که شما میتونید در زندگی ازش استفاده. این خدمات شامل آموزش دیجیتال مارکتینگ هست که شما چه توی این بیزینس چه تو هر بیزینس دیگه‌ای میتونید ازش استفاده بکنید برای مارکتینگ و تبلیغات. شما این رو کامل یاد میگیرید، سوشال مدیا مارکتینگ رو یاد میگیرید، براتون وبسایت آموزش داده میشه چطور بزنید و یک وبسایت ارائه میشه، یک دامین ارائه میشه براتون، یک سیستم اتوماتیکی که طراحی شده برای ایمیل مارکتینگ و
چیزهای اتوماتیک دیگه که توی بیزینس نیاز دارید، همه اینها به شما ارائه میشه وقتی وارد این بیزینس میشید. خب اینها خدمات ما هستن. در کنارش شما کوچ و منتور خواهید داشت. مثلا شما اگر من رو به عنوان کسی که میخواید باش بیزینس رو شروع کنید انتخاب کنید، من منتور شما خواهم بود. اما وقت کوچ من میشه کوچ شما و منتور من هم به شما کمک خواهد کرد. ضمن همه افراد توی این بیزنس انقدر مهربون و دوست داشتنی هستن که به همدیگه کمک میکنن و اگر سوالی داشته باشید مطمئن باشید که سوالتون رو زمین نمیمونه. خیلی سریع جواب داده میشه و همه چیز در این سیستم به صورت دوستانه و با مهربونی حل میشه. اینا همه از مزایای بیزنس ما بود. اما میخوام بهتون بگم چرا MLM نیست، چرا هرمی نیست. میگم که شما بالا سری دارید که از شما سود میبره، پس اینم که شد همون. چه فرقی کرد؟ فرقش اینجاست که شما فقط تا یک مرحله ای رو به اونهایی که بالا سرتون هستن یه مقداری سود میرسونید در کنار سود خودتون. اما وقتی به یه مرحله ای رسیدید که درآمدتون 4 برابر شد، اونجا به شما آموزش داده میشه که چطور میتونید تمام این سود رو به نفع خودتون بردارید و کوچ بالا سرتون رو، منتورتون رو از این چرخه کامل حذف کنید. یعنی بیزینس کامل مال خودتون میشه. هرچی کمیسیون از این فروش محصولات گرفتید مال خودتون. حالا یه چیز دیگه گفتم، توی بیزنس های MLM شما باید انبارداری کنید، شما باید محصول بفروشید و محصول رو ارائه بدید به مشتری. توی این بیزینس محصولات زمانی فروخته میشن که افراد میخوان بیزینسشون رو شروع بکنن و به عنوان سرمایه گذاری محصولاتی رو یا محصولی رو برای مصرف شخصی خودشون با توجه به بودجه‌ای که دارن خریداری میکنن و شما در این میان هیچ نقشی به جز امضا کردن یک قرارداد با این افراد ندارید. یعنی شما محصول دستتون بهش نمیخوره. اینجاست که میگم ما فروش محصول نداریم. یعنی ما محصول داریم و افراد زمانی که جوین بیزنس میشن محصول میخرن، اما شما لازم نیستش که این محصول رو انبار بکنید جایی یا به دست مشتری برسونید. در این پروسه شما هیچ نقشی ندارید. خود این کمپانی بین المللی که ما باهاش کار میکنیم تمام این کارها رو انجام میده. شما فقط یک قرارداد امضا میکنید و اون محصول به فروش میرسه. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما محصولات های تیکت داریم که کمیسیون های خیلی بالا دارن، خدمات فوق العاده داریم، آموزش داریم، منتور داریم، کوچ داریم و فروش محصول کار ما نیست. یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که توی خیلی از این بیزنس های MLM شما میبینید که اونهایی که مثلا توی رده های بالاتر هستن دائم میان و اونهایی که زیر مجموعشون هستن رو پوش میکنن، هی بهشون اصرار میکنن و میگن که چرا انقدر محصول نفروختی، یا یه تارگت براشون میذارن، میگن که شما باید در این ماه این تعداد محصول رو بفروشید. ولی توی بیزنس ما همچین چیزی وجود نداره و هیچ کس بالا سر شما نیست، چون این بیزنس متعلق به خود شما میشه و شما خودتون هستید که تصمیم میگیرید کی میخواین کار کنین، چند تا محصول میخواین بفروشین و چطور میخواین فعالیت کنین. شما درسته که وارد بیزنس آنلاین میشید، اما حتی آزادی این رو هم دارید که اگر خواستید آفلاین این بیزنس رو مارکت کنید و در موردش با اطرافیانتون یا هر کسی که دوست داشتید صحبت کنید یا صحبت نکنید. همه این تصمیم گیری ها با خودتونه، به خاطر اینکه شما کسی هستید که رئیس این بیزنسه و تصمیم گیرنده اصلی این بیزنسه. پس اصلا نگران این چیزا نباشید.